خیلی هیجان دارم که زودترین ویدیو رو ببینید. دیدن صحنه دوشاخ‌پزی اونم توی باغ خیلی جذابه. سلام به روی ماه همتون. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوایم شیره انگور به روش سنتی درست کنیم. انگورا رو سرما زده، دست میزنی میریزن. پسره کی میخواد بیاد اینا رو بچینه بودن؟ این سگا انقدر بلا هستن، بهترین نوع انگور باغ رو انتخاب میکنن و میخورن، اما برای کلیهشون خیلی ضرر داره. انسداد کلیه میگیرن چون براشون خیلی مضره. برای شیره انگور از هر نوع انگوری میتونیم استفاده کنیم، اما اگه بخوایم شیرمون شفاف و خوش رنگ باشه از انگور کشمشی استفاده میکنیم. اصطلاحا بهش انگور سفید میگن. شما تا حالا دیدید که شیره از انگور الوان درست بشه؟ اگر دیدید توی کامنت برام بنویسید که مال کدوم منطقه هست. خب حالا رسیدیم برای شستنش. توی آبکش میشوریم که هم گرد و غبارش بره هم آب ازش عبور کنه. اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید که هر وقت ویدیو جدید میذارم به دستتون برسه. آهان، یه صدا داره میاد. یعنی کی داره میاد؟ ایشون فیلم بردار پروژه هستن که دارن تشریف میارن. خانم فیلم بردار سن دیلر، انگورای شسته شده و تمیز رو داخل گونی مخصوص می‌ریزیم. حالا کی له میکنه این همه انگور رو؟ یکی که وزنش نسبت به گونی انگور بیشتره، زحمتشو میکشه و میره اون بالا و اینقدر له میکنه و له میکنه و له میکنه که گونی انگور بگه که آقا آب تموم شد، به غیر از تفاله دیگه چیز دیگه نمونده. میندازمش کنار و یه گونی جدید. حالا برو که رفتیم.
یکی از خوشمزه ترین قسمت های شیر پزی همین توفاله انگوره. وای یه سرکه ای میده، انقدر این سرکه خوشمزه میشه. باهاش ترشی درست میکنیم که از خوردن این ترشی سیر نمیشیم. سرکه خیلی سبکیه که ما در زبان ترکی بهش میگیم پلوش سویی، یعنی آب توفاله انگور. واقعا بی نظیر میشه. اگه گیرتون اومد حتما استفاده کنین، ترشیش فوق‌العاده فرد اعلی و خوشمزه میشه. ناگفته نمونه که در گونی رو اینقدر محکم میبندیم که انگورا یواشکی بیرون نزنن، از له شدن نجات پیدا کنن. خفتش میکنیم، نمیذاریم یه دونه انگورم در بره. ما به زبون ترکی به شیره انگور میگیم دوشا. شما به زبون محلی به شیره انگور چی میگید؟ توی کامنت برام بنویسید. شخصا رفتم سر پروژه، تستش کردم، از سلامت محصول اطمینان کامل حاصل کنم. بله اینطوری است. بفرمایید آب انگور طبیعی. جای همگی خالی. حالا به من بگین لگن به دست این وقت شب، انگور اونور ما اینور، یعنی داریم کجا میریم؟ رسیدیم به اصل مطلب، خاک مخصوص شیره انگور. اصلا شیره پزی وابسته به این خاکه، معجزه میکنه. در ادامه با هم میبینیم. علک شده است، علکش کردیم. این خاک رو اصطلاحاً بهش خاک سفید میگن که از کوههای اطراف ارومیه برداشت میشه. این خاک خاصیت داره و پر از املاح معدنیه. اصلا تا حالا میدونستین که به شیره انگور خاک میزنن؟ خاک رو برای این به شیره انگور میزنن که هم زلال بشه هم شیرینش کنه. واسه این که رطوبت خاک گرفته بشه جلوی آفتاب پهن شده بود. آبا یکی نصف پر کن می پیمانه می کنی. خوبه؟ بو ترفاخ نمانه اتنده و نیه تفت بیره. بو ترفاخ شیرمه زلاله لیر و بو تفت برمه به باعث اولو که رطوبت ترفاخ به ننجسه و
onun şirane zulaleli mağını behter ancam versin. Sağ olasın. به ازای هر 100 لیتر آب انگور 3 تا کاسه آب گوشتی خاک اضافه میشه. این خاک معدنی خاصیت قلیایی داره. در مقابلش اگه گفتین آب انگور چه خاصیتی داره؟ آب انگور خاصیت اسیدی داره و محیط اسیدی باعث رشد و فعالیت باکتری ها میشه. پس واسه خونسا کردن اسیدیته آب انگور باید این خاک استفاده بشه. اگه بخوایم خاک نزنیم به شیره انگور اینجا یه اتفاق میافته. اگه گفتین چی میشه؟ این خاک به آب انگور اضافه نشه، اسیدیته آب انگور از بین نمیره و باعث ترش شدن شیره انگور میشه. مرحله هم زدن خاک و آب انگور واسه اینه که شیره با کیفیت و براق و خوش رنگی داشته باشیم. انقدری هم زده میشه که کف تولید میکنه و به اصطلاح میباره. اگه نبارید مواد به گونی های مخصوص منتقل میشه و دوباره کاری. حالا سوال اینجاستش که این کار چرا این وقت شب داره انجام میشه؟ این کار رو هر وقت از شبانه روزم میتونیم انجام بدیم، اما بهتره که این کار رو شبا انجام بدیم که هوا خنک‌تره، باعث میشه که شیره بهتر ببره. ولی اگه این کار رو تو گرمای ظهر انجام بدیم هم شیره گرم میشه هم خاک. خاک هم که گرم بشه دیگه کاربردش رو از دست میده، دیر بریده میشه و شیره با کیفیتی بهمون نمیده. تو پارت بعدی قرار درست‌ترین روش پخت شیره انگور رو با هم ببینیم. تو قسمت بعدی منتظرتونم.